بله، مهمان عزیز ما گروه 1-4-3 باند هست و دایورس و پارادایس. صبحتون بخیر و خیلی خوش اومدین. سلام، صبح شما هم بخیر و به بینندگان عزیز تلویزیون یک هم سلام عرض میکنم. امیدوارم که همه گیشان صحتمند باشن. سلامت زنده باشین. با عرض سلام و ادب خدمت شما تماشاچیان عزیز و عبدالله جان خدمت خودتان و همکارای برنامه‌تان. امید دارم که هفته خوبی را شروع کنن از این اون دل. قربان سلامت، انشالله که هفته خوب را همه با شما شروع کردن می داشته باشن بدون شک. داشت. روز روزگار بخیر میگذرن؟ خدا رو شکر عالی است. خب خدا رو شکر. خوب همه چیز عالی. خب خدا رو شکر. امیدوارم که هفته هم با خوبی آغاز شده باشه و بخیر ما شما پیش بریم. کوتاه قسمت های از آهنگ های دایورس و پارادایس را با هم تماشا کردیم. آهنگ های بسیار جالب و خوبی را و آهنگ جالب و خوب دیگه هم دارن به نام آهنگ فردای روشن که من در رابطه با اون موضوع هم صحبت میکنیم. خب میشه برای ما بگوین در رابطه با آهنگ فردای روشن یک مقدار معلومات بدین چگونه یک آهنگ است، در کجا ساختین شد و آن چیزایی را که ما دیدیم؟ خب در افغانستان است. بعد سوالای هم دارم در رابطه با این آهنگ. خب شما معلوماتتون بدین باز ما میپرسیم. فردای روشن اولین تجربه ای بود که خود ما کارگردانی کردیم. 1-4-3 بند بسیار کار مشکلی بود ولی باز هم دوست داشتنی، به خاطری که طبعا وقتی که یک شخص برای خودش کار میکنه خب نتیجه کار خودش برای خودش معلوم است که باید با شوق و دل او چیزی که میخواد کار کنه. در سرک های افغانستان کار کردن، به خاطر که هیپ هاپ خودش از سرک آمد، یعنی از سرک های کوچه خیابان و اعتراض و ایگپا آمد، در سرک ها اعتراض کردن به شکل هیپ هاپ او هم در کابل یک کمی مشکل بود. جا داره بسیار تشکر کنم از پلیس افغانستان، بسیار در بحث سکیوریتی ما و امنیت ما کمک کردن و همچنان از مردم عزیز ما که باز هم همکاری میکردن در بسیار جاها. کار مشکل بود ولی خب به هر حال کردیم کارا. بخیر پارادایس عزیز، چطور جرأت کردی که برای در سرک و یا هنگ را اجرا بکنی؟ خب کار دشوار است واقعا. من زندگی با ریسک کردن رو خیلی خوش دارم. از بچگی دوست داشتم کارهایی انجام بدم که بقیه میگن نمیتونی و من او کار رو میکنم تا بگم که میتونم. از همین خاطر کوشش خدا میکنم که کارهایی انجام بدم که سخت باشه. خب بسیار سخت بود ولی همانطور که گفت پلیس خیلی کمک کرد، واقعا باید بگیم که دستشان درد نکنه. شرایط سخت بود ولی با همون شرایط تانستیم که واقعا نمیدانیم خدا واقعا یک بخشی از این مراقبت بود برای ما. تونستیم که این کار را بدون هیچ خطری انجام بدیم. همیشه آهنگای اعتراضی میخوانیم؟ ما آهنگای خود تقسیم بر دو میکنیم. بخشی از او را اعتراض میکنیم به خاطری که میبینیم که مشکلات زیاد است در جامعه. مثلا آهنگای رپی که پارادایس جان به خاطر حقوق زنان خوانده است، محو خشونت علیه زنان به خصوص خواندن، آهنگی که برای جوانان خواندیم آهنگ فردای روشن یک آهنگی است که به خاطر جوانان است، مشکلاتی که جوانا دارن و تلنگر بزنیم به جوانایی که در افغانستان هستن که بیدار شون، به خاطری که جمعیت بیشتر افغانستان جوانان تشکیل میدن و میخواهیم که قدرت و او تسلط جامعه هم در دست جوانها باشه. فکر خود کمی باز کنن. یا مثلا آهنگایی که برای حمایت درس خواندن اطفال به خصوص دختر خواندیم به نام تراژدی زندگی است. این یک بخشی از کاری است که خود ما شوقا انجام میدیم و آهنگای شاد هم البته داریم. بسیار عالی است. 4 روز ویدیو کلیپ طول کشید تا جور شود و تقریبا 20 روز هم تا سناریو رو نوشتیم و هماهنگ کردیم. 24 روز شد. خب چقدر وقت سر آهنگش کار کردیم؟ تقریبا شاید یک 2 هفته 15 روز هم وقت سر آهنگش شد. و یک نکته بسیار قابل توجه را میخوایم بگم که این آهنگ فردای روشن یکی از اولین آهنگ ما و تنها آهنگی تا حال داریم است که تمامش کارهای خود بچه های افغانستان است. یعنی میوزیکش، ارنجش، کمپوزش، ویدیو کلیپش، کلش ساخت و تولید در خود افغانستان بود. مید این افغانستان. وطنیست. بسیار عالی است و زیبا هم بود واقعا. من افتخار میکنم که ما کسایی را داریم که اینجا حالا همه کار را میتونن و خیلی کارهای جالب و خوب را انجام میدن. یک بحث خیلی مهم برای هنرمندای عزیزی است که خب هزینه هایی که برای کلیپ هایشون میپردازن و برای کارهایشون انجام میدن
کار دشوار است. شاید بعضی ها بتونه با بعض هنرمند ها بتونه با ای که میرن به محافل اشتراک میکنن بتونه پولی به دست بیارن، اما از شما سبکتان کاملا متفاوت تر است و هیچ ربط به کارهای از اونها نداره. شما چگونه ای از اینها را به دست میارین و چگونه مصرف میکنین؟ اینجا بحث عشقه. عشق کلن قشنگه، نعمت خداییه. خب این عشق به کارمون باعث شده که ما این کار رو با سختیاش قبول کنیم. خب خدا رو شکر خانواده های خوبی داریم و خدا رو شکر دایورس جدا از کار هنری کار میکند و پولی که به دست میاره میتونیم صرف کارهای هنری از آدیو تا میوزیک ویدیو کنیم و این خیلی خوبه. بسیار زیاد تشکر یک جان. برنامه بعدیتون چی است؟ در آینده چی ها میخواین دایورس عزیز خود؟ چندین کار در روی دست داریم که اکثرا این آلبومی که آلبوم دوم ما میشه، میخواییم که کارهای شاد بسیار تر باشه. کمی مردم افغانستان شوقی تر هم هستن نام خدا، میخواییم که کارهای شادتر داشته باشیم، در سبکای جدید، نه در سبکایی که مثلا فعلا هستن. کمی آمیخته میکنیم موسیقی های غربی را که در اسباب موسیقی افغانستان. فرزاد شوخی کردم، موفق باشین همیشه، آرزوی موفقیت دارم. تشکر، همچنین زنده باشین. تشکر از خودتان، موفق باشین. سلامت.